اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. از شب درد آفرین تا گذر آفتاب چند قدم مانده است، سحر تو را خوانده است. ایران پاینده باد، برخی او جان ما، پاکشان در رهش شوکت ایمان ما. جان و جهانم فداش بزرگ ایران ما، به عشق دیدار او هنوز هم زنده‌ام، پر از امید وصال هنوز پاینده‌ام. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه ششم تیر ماه 27 ماه ژوئن، به شما سلام. امروز سید علی آقا باز یه دستگل دیگه به آب داد. خب ببینید، رژیمی که آدم خوار شد، رئیس قوه قضاییش هم و کارمندان و قضاتش هم باید آدم خوار باشن، غیر از این نمیشه. شما از یک رهبر که ادعا میکنه مسلمان هم هست، شیعه هست، رهبر امت هست، انتظار دارید که وقتی با قوه قضایی و قضات و رؤسا نشسته به اونا بگه که با مردم مهربان باشید، با مردم بد عمل نکنید، بچه های مردم رو نذارین بکشن، نگذارید گلوله در چشم بچه های مردم بزنن. شما به هر حال قضاوت میکنید، هنوز نمیدونم قاضی کوفه، قاضی کربلا 1350 سال پیش چی گفت؟ قاضی شریع چه گفت؟ چه ظلمی کرد؟ گناه کرد؟ در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، و حالا شما حکایت ها میشن. قبل از اینکه عرایض نایب امام زمان، قائد امت، ولی فقیه، رهبر معظم انقلاب رو بشنوی، دو تا براتون تکه دارم که ببینید و گوش بدید. یکی آقای رادان که حالا دعوت هم به روسیه شدن، بله، به هم آموزش میدن. روسیه بهشون میگه چطور اسید بکنید توی غذای مردم، چطور دختر بچه ها رو مسموم کنید. رادانم میره اونجا میگه آقا خاصیت چماق، خاصیت آدم خور در خیابان موتور سوار چه هست؟ ما تجربه کردیم، موفقم شدیم، میایم خدمتتون به شما تعلیم بدیم، شما هم به ما آدم کشی های مدرن رو تعلیم بدید که ما راحت آدم بکشیم، بتونیم مثل همون دفعه که مرحمت فرمودید شیاف پوتاسیوم به زندیات شهیدی سیرجانی بزنیم و سعید اسلامیوار دست بزنیم و موسوی نژادوار قر بدیم. اول حرفای رادان رو گوش بدیم. با شهدامون عهد میبندیم، همینجور که با مردم عهد بستیم، عهد میبندیم که برخورد مقتدرانه با افراد امنیت ستان را
انجام میدیم، مقتدر و قانونمند. عهد میبندیم که در هنجار گریزان ایجاد هراس با اقدام قانونیمون میکنیم و عهد میبندیم که هرگز اجازه نخواهیم داد کسی از روی قانون و از مأمور قانون عبور کنه. اگر کسی خواست از مأمور قانون عبور کنه، حتما به حکم قانون از اون عبور خواهیم کرد. حالا حرفای یه جوونی هم که پدرش، خواهرش، برادرش، اقوامش رو گرفتن و چه رفتاری کردن، اونم گوش بدیم تا خدمت سید علی آقا برسن. بعد اتفاق میدان انقلاب خودم و زن بچم رو دستگیر کردن، بعد خانوادم رو دستگیر کردن، پدرم و بعد مادرم و خواهرم و برادرم رو دستگیر کردن، بعد به برادرم آسیب زدن، بعد بچه هام و زنم رو فرستادن دو الف سپاه. بعد اونجا بچم خیلی یه روز خیلی حالش بد بود، حتی اینو بازجو بهم اطلاع داد، بعد که از ترس شیر زنم خوش شده بود که صبونه واسش آورده بودن، پنیر رو ناورده بودن، میگفت رضا شیرم خوش شده بود که بچه گریه میکرد، بهش پنیر دادم اونجا تو انفرادی، که بعد دو سه روز بعد اومدن گفتم بچه تو انفرادی تشنج کرد، که حتی اینم گفتم به بازجوها، گفتم والا من تمام صفحات تاریخ رو ورق زدم، هیچ پادشاه و فرمان روای رو ندیدم طفل شیرخوار دو ماهره بکنه تو سلول انفرادی. بعد اینکه آزاد شدن در بیمارستان کرز بردن خوابوندن، بچم ریه‌هاش از بین رفته بود، عفونت کرده بود، کلن بدنش عفونت کرده بود، حال های انفرادی هنوزم تو سر بچم هست، تو بهش تأثیر گذاشته، بعد الانشم مریضه، ولی من جون خودم و فرزندانم و فدای میهنم ملتم میکنم. آقای زنوزی گوشه ای از دردهای خود رو گفت. سید علی آقای خامنه ای در اون مدت کوتاهی که در زندان بود، همه آخوندا، آقای رفسنجانی، بقیه خانواده به دیدنش میرفتن، در نهایت احترام به دیدنش میرفتن و هیچ کس به اونا توهین نمی کرد. فردی رو اگه گرفته بودن به خواهر و مادر و برادر و پسر عموش و پسر خاله و اینا کاری نداشتن، پسر عموش رو تو جاده نمی کشتن، هیچ کدوم این رو نبود و ما قدر اون روزها رو ندونستیم، زندگیمون رو دادیم دست چند تا روزخون که با ما این رفتار غیر انسانی رو داشته باشن. خب خودمون کردیم. حالا بریم ببینیم سید علی آقا چه میگوید. سید علی آقا دستوراتی به اژه‌ای آدم خور میده. اژه‌ای نشون داده در مقام قاضی، در مقام نماینده دادگستری تو وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات نشون داده چه جانوری. سید علی آقا بهش عین رادان، یعنی سید علی آقا میشه نسخه پشت روی سکه رادان، اون حیوان که قبلا به زنا روز تعیین کرد میزنی میگوی هیچ غلطی هم نتونست بکنه، اراده شما خیلی بالاتر از رادان و سید علی آقا و محسنی اژه‌ای و الباقی شد، قاضی صلواتی که لعنت بر او باد. سید علی آقا میگه که این که یک عده‌ای بنشینند آنجا با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را به ترسانند، این خلاف احقاق حقوق عامه و قوه قضاییه باید وارد شود، یعنی برید بزنید بکشید حکم اعدام بدید، چون من سید علی فکر میکنم که دارن روی اعصاب مردم. آقا جون رو اعصاب مردم تو داری را میری. اگر مرد بودی، اگه واقعا مرد بودی، پسر میرزا بودی، پسر اون بانوی محترم بودی، خانم میردامادی، میمدی بیرون
یک ساعت تو خیابون میستادی تا ببینی مردم باها چه میکنن. مردی میمدی بیرون، حداقل شاه قبل از سوء قصدش با ماشین روباز میمد و میرفت. تو اگر مردی لوتی یک روز یک ساعت از خونت بیا بیرون توی چهارراه آذربایجان، تو همین خیابون سپه راه برو، برو تا حشمت دوله از اوزا چرخ بزن برو پایین و برگرد اگه جرأت داری. وقت میدونی مردم کی روی پای مردم روی اصحاب مردم پا برهنه را میره. البته شما که نعلین داری، قبلا کفش هاکوبیان میپوشیدی وقتی پیپ میکشیدی و مرزی گوش میدادی. شرم آوره. یعنی من وقتی میبینم یک کسی که خود رو رهبر مملکت میدونه این گونه سخن میگه، شما چی؟ اون وقت مشاور عالی ایشون آقای سرلشکر یحیی رحیم صفوی محکوم به اعدام در زمان خمینی به خاطر بی‌لیاقتی در جنگ، ایشون میگوید که ما باختیم، ما جنگ فضای مجازی و غیره رو باختیم. خب سید علی آقا هم داره میگه اینا پدر ما رو دروردن دیگه، داره عملا میگه. اونم میگه در جنگ رسانه‌ای و فضایی شکست خورد. چرا شکست خوردید؟ برای اینکه رسانه ها رو خفه کردید، به رسانه ها مجال نمیدید حرف بزنه. یه ذره فکر کن سید علی آقا، از شاه ایراد میگرفتید؟ آنچه نویسنده و پژوهشگر و شاعر و افراد محترم تو جامعه بود اونجا بودن. شما کیو تربیت کرد؟ یه وزیر آموزش پرورش آوردن صحرایی نابغه معدل 19 و 80، معدل 20، دوره دکترا معدل 28. گفتن شعبون خان یه وقت شعبون جعفری نوش اومده بود که آقا نمره کم آوردم اینا، برده بودش تو مدرسه، گفته بود این چه نمره یه به این دادیم؟ پرسیدون گفت چش خورم 20 میدیم. گفت غلط کردی 20، 90 بهش بده، 95. حالا این آقای وزیرم از اوناست که 95 گرفته. یک مردک دلقک یه ماه آوردنش گشتن وزارت، خودشون صداشون در اومد. حقوق معلم ها رو نمیده، میره حج یللی تللی. یک مش اوباشو فرستادن، آدم خورا رو فرستادن. نرید توی تله اینا نیفتید، تو دام اینا نیفتید. اینا آدم خارانند. مقام معظم رهبری پیام دادن، بله، به ملت پیامشون این بود، به امت یه جور دیگه پیام میدن. اسرائیل رو نابود میکنن، بله نابود میکنی حتما. خوابش رو تو گفته بودی تا 25 سال دیگه تموم اسرائیل. 25 سال دیگه خاک تو هم به باد رفته، همونطور که خاک عزیزانت. ملت ایران زیر بار حکومت پسرت نخواهند رفت. 6 کلاس رئیسی رو هم قبول ندارم. برو ببین آقای سیستانی راجبه چی گفته در یه مجلس خصوصی، برو ببین چه ها برات گفته. گفته که منم خراسانیم و ننگ دارم که در خراسان یه همچه آدمی اومده که مثل آب خوردن آدم میکشه. بسیار برات متاسفم، بسیار. حالا صحبت از اینا رو کردیم، یه نگاهی هم به اون خدا بیامرز بندازیم، اونی که داد زدیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. کفن شد، تو گوشه قربت خوابید. چه وطنی شد برای ما؟ نگاه کنیم. ما حتی پول تو جیبه دانشجو نمیدیم. یادم نمیره یه روز اداره اتوبوس‌های شهرداری تصمیم گرفتن اتوبوس‌ها رو زنجیره‌ای کنه. مثلا یه نفر که میخواست از نارمک بیاد دانشگاه
باید دو سه کورس اتوبوس سوار میشد. گفتن یگانش میکنیم، یعنی سوار میشیم یه جور دانشگاه پیاده میشه. منچه ها به جای دو ریال پنج ریال بده. اعتصاب، تظاهرات، بالا پایین، چه خبر شد؟ سه چهار روز برگشت همون دو ریال شد. حالا اینا انقدر حق بازن، کارت اعتباری تو تمام دنیا دو نوعه. یکی دبیت کارت هست که شما همون آن که میکنی اونجا پولو میدی از حسابت میاد بیرون، یا اینکه پول میدی کش میگیری، میذاری توی کش کارت میزنی و میگیری بیرون. یه دونه هم کردیت کارته. شما یه کردیت کارت بهت میدم، میگه آقا تو 5000 پوند اعتبار داری، شما از این چیزی میخری خرج میکنی غیره، آخر ماه یه مینیموم باید بدی. یعنی مثلا اگر 1000 پوند خرج کردی، آخر ماه باید 20 پوند مینیموم بدی که بهرم توشه. حالا یه وقتی داشتی همه رو میدی، نداشتی باید مینیموم هر ماه بدی، ولی حسابت سیاه میشه. بابت اون کردیت کارت طبیعتاً بهره میدی، اما بابت دبیت کارت که بهره نمیدی. مثل همین کشبانک، کشکارتی که شماها دارید که میرید سوپرمارکت خرید میکنید. اما ببینید از اونجا هم رژیم حق باز و سیستم فاسد چجوری از شما پول میگیره. دقت کنید، از زبان خودشونه. اعلام مانده بگیرید از کارت 344 تومن، اعلام مانده و ده گردش آخر رو بگیرید میشه 265 تومن. حالا مهمون باشین، 144 تومن تا 2800 تومن، یعنی کفه شما یک کارت به کارت 1000 تومن هم کارت به کارت بکنید مثلا میشه 144 تومن فرضاً دیگه. بیشترین میزانش میشه 2800 تومن که فکر کنم سقف کارت به کارت هم هنوز 10 میلیون تومن هست. ساتنا 28000 تومن انتقال بچش. 28000 تومان. بله بله، 2800 تومان. نه خیلی، 28000 تومان. صفرشو درست شمردم. 28000 تومان بانک پول میگیره که ما ساعتنا پول جابجا بکنیم. بله. خیلی جالبه واقعا. بعد پرداخت قبوز 144 تومان. چرا پرداخت قبوز باید 144 تومان؟ ما بخوایم مثلا قبض حالا یه خدماتی رو بریم از طریق آبر بانک و کارتخان و اینجور چیزا اینترنتی پرداخت بکنیم، تازه باید یه پولی هم بدیم که ببخشید این قبض ما رو پرداخت کنیم. چرا از هر چیزی سعی میکنن که یه پولی در بیارن دیگه. 240 تومن تا 30000 تومن انتقال وجه پایاست. این دیگه تا 30000 تومن هم میشه پایا، فکر کنم که تا 100 میلیون هم میشه انتقال داد. ثبت، انتقال و استعلام چک 5000 تومن و دریافت پول نقد از پایانه شعب 1400 تومن. یعنی شما میدید مثلا 50000 تومان لازم داری، یعنی شما میخوای از آبر بانک پول بگیری، این بعد یه پولی اضافه تر بدی 51400 تومان مثلا کسب میشه برای اون 50000 تومانی شما بخواید بگیری. چاره استانبول یه سری دلال می نشستن پول میفروختن. بله، خسته نباشید، خیلی آشنا شدیم باهاشون بیشتر دیگه. از این بهتر میشه؟ از دبیت کارت شما دارن پول میگیرن ازتون. ببینید آدم حساب میکنه مثلا روزی یه میلیون نفر از این کارت ها استفاده میکنه، جایی این رژیم باقی نگذاشته که دست تو جیب شما نکنه. خودتون یه خانواده 3-4 نفری مقایسه کنید هزینه زندگیتون رو در این سالها و درآمدتون رو در این سالها. فقط فکر کنید، خودتون بشین حساب کنید بعد از این فتنه لعنتی، انقلاب لعنتی، آدمایی بودن، معلم بود 4500 تومان حقوق میگرفت، محترمانم زندگی میکرد، خونم داشت. الان اگر بخواد وام بگیره خونه بخره 195 سال، اگر یه درآمد 8 میلیون تومانی داشته باشه 195 سال باید قسط بده. این برکات انقلاب اسلامی بود، اینو آتشی بود که ما بدون اینکه بدونیم متوجه نبودیم رفتیم تو آتش. یه حرف جالبی مسعود بهنود میزد توی یکی از این برنامه‌هاش که راجع به مطبوعات روز
خروج پادشاه از کشور نوشته بود و اشاره کرد، گفت آقا گم شدیم، دست و بالمون رو گم کرده بودیم، فضایی که قبل از اون فضایی بود که نمیتونستیم هر حرفی رو بزنیم، حالا که فضا باز شده بود واقعا دکتر بختیار اصلا سانسور رو لغو کرد به طور کلی. گفت اون روز دیگه هر کی هر چی دلش خواست گفت، فکر به فرداش نکرد. بودن آدم هایی که بعدن خطر این فتنه رو گفتن، دکتر رحیمی مصطفی زنده یاد، مهشید امیرشاهی عزیز، اون مقاله در یاد ماندنیش، دکتر مهدی بهار، بودن کسانی که این فتنه رو میشناختن، بودن کسانی که روح الله کشمیری رو خوب میدونستن کیه. دکتر بقایی با وجودی که باش آشنا بود، بقایی با کاشانی دوست بود، هم متحد شدن علیه زندیات دکتر مصدق، بقایی خوب میدونست کیه. بنابراین حکم نخست وزیریشو رد کرد و شروطی گذاشت که برای خمینی قابل قبول نبود. بقایی گفت باید بری قم اگه حکومت میکنم من خودم حکومت. به شاه هم همینو گفته بود بقایی. به هر رو آدم وقتی اینا رو میبینه افسرده میشه. آخه شما نگاه کنید، یک مأمور بی سواد قلدر حراست با یک دانشجو، با یک دانشجوی بانو، شما نگاه کنید چه جوری رفتار میکنه. این حمال و گشتن حراست. دانشگاه تهران هم ما داشتیم. یه روز من با ماشینم رفتم تو. دربون اونجا اومد جلوی من گرفت. گفت تو حق نداری بری. حالا من عقلم میرفتم. گفت حق نداری بری. منم عجله داشتم، باید میرسم سر کلاس دکتر عنایت، رفتم. او رفت از من شکایت کرد. من داستانو براتون بگم. کلانتری تخت جمشید منو احضار کرد. به اتفاق دوست نازنینم استاد سوربن، استاد بزرگ امروز محمد رضا فشاهی، رفتیم به کلانتری. من ناچار شدم از او عذرخواهی بکنم و یه چیزی هم بهش بدم که قضیه خاتمه پیدا کنه. اما او کی بود؟ یه مرد محترم 60 سالش بود، زن و بچه دار، مأمور حراست. حالا این حیوان رو نگاه کن. سدل آقا این عماوری یه خود دیگه بذار بالاتر. بالا رفته ولی نه اونقدر که باید. ببین از عهد تو چه خواهند نوشت، تاریخ درباره تو چه خواهد گفت. فقط یه ذره تأمل کن، یه ذره تأمل کن. حجاج ابن یوسف گفتن آقا چه منظره مشهدی برای تو دلپذیرترینه. گفت وقتی آدم میکشم، وقتی سر میبرم، وقتی خون میاد، حال دیگری پیدا میکنم و دچار فلان میشم. آقای سید علی، آدم باید یک جایی برای خودش یک خطی بذاره، بگه از این خط عبور نمی کنم. شاه گفت، من دکتر صدیقی بهش گفت آقا نرو، بیا برو قشم، برو شمال، که ارتش بدون پدرش سر جاشه. گفت آقای دکتر نمیتونم، من نمیتونم بیستم آدم بکشم، بعدم معنی نداره، من تو مملکت باشم، برم تو کیش قایم بشم. و این حرفو بارها زد و همه میدونن. به راحتی
با کشتن 700 نفر و دستگیری بقیه شون قائل خوابیده بود. خمینی هم به ایران بر نمیگشت، آدم ترسوی بود. زمانی اومد به ایران که ضمانت رو از امریکا و فرانسه گرفته بود. پشت پردن با ارتش ساخته بود. همون روزی هم که برگشت مرحوم فروهر از هواپیما که اومد، تند و سریع اومد با سنجابی و بقیه سلام علیک کرد، رفت گفت من باید پیام امام رو برای قره باقی ببرم. بله. وقتی که آدم فکر این نباشه که ازش چه یاد میکنه، چون اعتقادی نداره. ببینید اینا هم مرتب به شما روز آخرت فشار سنگ قبر رو نکیر و منکر و غیره و بهشت و دوزخ، ولی خودشون چون باور ندارن، چون اعتقادی به این قضیه ندارن، بنابراین میگه آقا الان دنیا دست منه، کیف دنیا رو بکنم حال کنم، چرا بی خودی به اون وعده های خیالی دل خوش کنم، حال کنم، حال کنم، مردم بکشم. یه لحظه فقط فکر کن، بانوی آزاده ایران، ایران بانو فاطمه سپهری از داخل زندان چه پیامی به تو میده؟ گوش بده، گوش بده سید علی. چون دیروز آقای خامنه ای با خانواده شهدا دیدار داشت، خیلی هم صحبت کرد و دلم میخواست وقتی او داشت صحبت میکرد و از شهیدا میگفت، دلم میخواست با تمام قدرت فریاد بزنم تو زندان وکیلا. دیدم اگه فریاد بزنم حال بقیه ها بد میشه، اونایی که تو بند هستن حالشون بد میشه، که اینا 45 سال از خون شهدا این همه استفاده کردن و این همه ظلم در حق خانواده شهدا. الان من به چه گناهی در زندان وکیل آبادم با این همه درد و رنج، این همه مریضی، این همه دروغ تو پرونده من ردیف کردن. کاش یک مورد می نوشتن برای نجات ایران تلاش کرده، نه برای امنیت نمیدونم ضد گروه ها، برای گروه ها، برای دریوری برای من ردیف میکنن دروغ و تهمت. به خدا قسم اگر فاطمه سپهری این خطاب به من اینا رو گفته بود میمردم، میمردم از شرم. آرزو میکردم خدایا وجود من از رو زمین بردار. شما به علی اعتقاد دارید؟ اون نامش رو دیدید؟ به کسی که بهش اعتقاد داره، رفیقش، حاکم مصرش کرده، مالک براش نامه میده. این دیگه سند تاریخی موجوده. هر ایرادی هم بر علی بگیریم این سند رو نمیتونیم انکار بکنیم. اون رفتارش با عقیل برادرش، برادر کور، من محکوم میکنم، نمیپسندم، ولی اون نامه خیلی نامه مهمیه. وقتی حضرات میگن پیرو مکتب علیه، شما با خمینی تود اومدید اصلا جایگاه عمر رو به این بردید. کی ما میگفتیم امام علی؟ امام علی حبیبی بود، اونو میگفتیم، ولی حضرت علی میگفتیم. برای اینکه اون فتنگر کشمیری رو حضرت بخونن و حضرت امام علی رم کردن امام علی. ما امام حسن و امام حسین میگفتیم، امام زین العابدین بیمار میگفتیم، ولی حضرت علی جایگاه دیگه داشت. اونم ردیف کردید با بقیهش. شما فکر کن احمد خاتمی هم امام دیگه، و اون چشای از حدقه در اومده مثل کفتار. بریم ها یه درنگ کوتاهی بکنیم، یا آهنگ گوش بدیم و برگردیم. درود دوباره. خانم طاهره فلاحتی بود که به یاد سوسن میخوند. ای جالب براتون اینا همه خاطرات انباشته میشه. حالا دارم مینویسم این کتاب دوم زندگیم. حضورتون عرض کنم سوسن اومده بود دیگه، گل کرده بود. عباس جان پهلوان رو جلد زد عکس سوسن، رو جلد فردوسی
و منصور اوجی هم زندیات عزیز شعری گفته بود این سوسن است که میخواند. سپانلو هم یکی گفته بود قبلش و آبا باورم نشه دوتا رفتن، همه رفقه همو رفتن و این عکسو که رو جلد زد پهلوان استاد و هست در گزینش تیت، در گزینش رو جلد و چه صدایی کرد. بعد گفتگویی با سوسن، هم با سوسن مصاحبه کردم، با آقاسی. آقاسی رفتم تو کافه لاله‌زار با سوسن که خیلی داستان داریم، فیلمش رو که داشت درست میکرد ما رفتیم تو اون دوروبر قلعه تحقیق بکنیم. یه دوستمونم از انگلیس اومده بود، عکاس بود و با یدالله برادر آقا رضا با هم رفتیم و یه جا نشسته بودیم، مثلا سوسن تو این کافه میخونده، ما نشسته بودیم با یکی از این خانمایی که میخوند صحبت میکرد. یه دفعه از پایین زنگ زدن، زنگو که زدن این خانما همه پا شدن و پلیس ریخت تو. اینا حق نداشتن سر میزی بشینن. بود آقا داریم باش مصاحبه میکنیم، بدبخت رو بردن کلانتری همون بغل. من به خانم سوسن زنگ زدم و داستانو بهش گفتم. زنگ زد به کلانتری، افسر نگهبان بلند شد جلوش با تلفنش، باید این خانم رو آزاد کنید، به خاطر فیلم من بوده، گفتگو باش میکردم. بلا فاصله افسر نگهبان اومد دستور داد و خانم رو آزاد کرد. قصه ها دارم من، باید این رو همه رو بنویسم و بگم که نمیدونم مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد. آقای آیت الله به اصطلاح علوی طباطبایی که خیلی هم مورد حرمته و او رو مرجع اعلای بعدی میدن چون غیرتش خیلی بیشتره از وحید خراسانی و آقای شبیری و نمیدونم ناصر ابوالمکارم شکرفروش، اقلا علوی بروجردی طباطبایی نشون میده از چه خانواده ای. و اون مهدی نصیری رفته دیدنش، گپ و گفتی با هم داشتن که قبلا یه تیکه کوتاهش پخش کردم گوش بدیم. گفت بعضا فضای حاکمه که گاهی بعضی از مراجع تقلید جرأت نمی‌کنن حرف بله دیدگاهشون واقعا تایید مهم نمی‌شه. افرادی هستن هستک و توک یه فشارایی هم میارن این آقا در فضا سازی ها نه بیشتر از این گاهی این آقا خودش اگر تو راه نیامد خودش نقیصه‌ای نداره، خودش مشکلی نداره، بچهشو میخوابونن، برادرش، خواهرش، این هست. من فهم میکنم کدام کشور الان میتونیم تو دنیا پیدا کنیم که ظرف یه سال اخیر، ظرف یه سال این همه تورم و افزایش قیمت و گرانی. این همه فشار. این کشورهای همسایه، بله، این کشورهای عربی، بله. یک دهم اینا بود کل مملکت ریخته بود به هم. من شاهد دارم در جاهای مختلف، این مردم با بزرگواری دارن تحمل میکنن. بابا تو این قوم واقعا من قرص میتونم بگم نیمی از خانوارها ماه میگذره و گوشت تو خونهشون پیدا نمیشه. آی آیت الله قصه فقط گوشت نیست، مردم شما رو تحمل نمی کنن، گلوله شماست که مردم رو به تمکین وامی داره، آدم کشی حکومت شماست. جناب آقای علوی بروجردی تو نواده مد بزرگ هستی، نباید این حرفا رو بزنی، باید تو دهن خامنه ای بزنی، باید بری پیش وحید خراسانی بگی خجالت بکشی مرد 100 ساله، چرا خفه خون گرفتی، چرا برای تصویر حضرت عباس ریش کندی و عمامه زدی زمین، اما با دختره مردم این رفتار رو میکنی چی نمیگی، بچه 10 ساله رو میکشن هیچ چی نمیگین، شما مراجع در قم چرا خفقان گرفتید؟ آی سید صادق شیرازی چرا هیچی نمیگی؟ یادت رفته با برادرت چه کرد خامنه ای؟ با آقا مرتضی بچه برادرت چه کرد؟ فلایان آتشش زد، آتشش زد، خودش داشت کباب آهو میخورد، یادت رفته؟
فقط دو کلمه دعواتون سر سینه زنی و زنجیر زنی باشه؟ ملتی که هر روز تو سرش داره باتون میخوره، آزار میبینه. من خجالت میکشم از شما مردم. وقتی برام تعریف میکنن که یه بانوی محترم اومده دم قصابی استخونای مرغو بگیره، آقا آدم خجالت میکشه. میاد میگه دختر جوانی که دانشجو بوده با ایشون رفته، ولی التماس کرده به من دست اونجوری نزن. آخه شما آقای خامنه‌ای برو بمیر، تو باید بمیری. به جای فکر آقا مجتبی بودن به فکر خودت باش. آخه آدم خیلی بده اینقدر مورد نفرت مردم باشه. بل با آقای جو بایدن میریم میسازیم تموم میشه. فرموده بودن توی جلسه با سران نظامش، اب نداره، من این نرمش قهرمانانه است، برید بسازید. آقای وزیر خارجهشون آقای امیر عبداللهیان، وزیر خارجه امارات، سوار ماشین میکنه میبرتش و خدا میدانه اینا تمام سفراشون در امارات، کنسولاشون در دبی، موقعی که میمدن یه بنز بهشون هدیه میدادن آخرین مدل، که اون محمد عرب وقتی میمد بنزش رو رفت تقدیم کرد به درگاه آقا، آقا هم فرمودن پولش رو بهش بدی. بله متاسفم، متاسف. آقای رشیدی نماینده مجلس خودشونه، حرفایی که آقای رشیدی میزنه دیگه روش نباید شک کنید دیگه، تو همون خراب شده مجلسی که واقعا آدم حق داره بگه خجالت آوره که این طویله اسمش مجلس شورای ملی است. اون هوا رو اون آدمایی که اونجا نشستن نفس میکشن باید خجالت بکشن. توی کتابخونه مجلس دستورالعمل جلسات و سخنرانی های نمایندگان در طول دوره های مجلس تا ظهور این آقای کشمیری هست اونجا. برید بخونید، برید مثل همجوری بر بزنید بیارید نگاه کنید ببینید سخنرانی ها در چه جایگاهی بوده، حرفا چی بود. نادی علی کریمی اونجا اومده چی گفته؟ مرد عزیزی بود، پدرزن باقرزاده های تی وی تی بود، وکیل قوچان و اولین بار زمزمه ملی شدن نفت رو او در مجلس بلند کرد. حالا در مجلس تصویب میکنن، خیلی جالبه ها، که از مردم پول بیشتر بگیرن، جریمه بیشتر بکنه. گوش بدیم به حرفای آقای رشید. من جوابم اینه، خب مثلا سامسونگ دیگه وای میسه که فقط آیفون اینترنت ماهواره، چیپستیه، یه تکنولوژی رو گوشی امسال سامسونگ نذاره سال بعد میذاره. بخوایم سامسونگ هم ممنوع کنیم، مثل 5G، مثل 4G، مثل دوربین، مثل صفحه لمسی، تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، اونا که منتظر ما که نمیشن. پس اینکه ما بگیم آقا اینترنت ماهواره میگیره پس ما ممنوعش کردیم، نه. یه استدلالی هم دوستان دارن که آقا کالای لوکس آمریکایی ما نباید بهش ارز بدیم. اول که برای واردات آیفون ارز دولتی تخصیص داده نمیشه، ولی برای واردات سامسونگ چرا؟ خب اون $1000، اینم $1000. کره پولای ما رو بلوکی کرده، پول ما رو نمیده، با آمریکای دستش توی کاسه است، اونم پس دشمن ما هست. و از همه اینا مهمتر این که این تکنولوژی و این گردش مالی که داره اتفاق میفته چه کسانی دستشون پشت پرده تو کاسه هست. من بحثم رو اینه. و این که استدلال میکنن که آقا چون کالای لوکس آمریکایی است
نباید بهش عرض تخصیص بدیم چون رهبری فرمودن بله منم موافقم. ولی آیا رهبری گفت واردات مسافرتیش هم ممنوع؟ چرا مسافرتیش رو ممنوع کردیم؟ آقا من دوست دارم برم از این گوشیه پول خودمه برم بخرم بیارم تو کشور مسافرتی، چرا اونو ممنوع کردیم؟ پس این اتفاقه حتما به انحصار جدیدی و شکل گیری یک مافیای جدید در بازار موبایل منجر خواهد شد، همونجور که الان بعد از اینکه آیفون 14 ممنوع شد 13 ها به دلیل اینکه تقاضا براش بالا رفت گرون شد و مدل های دیگه مثل سامسونگ هم برای اینکه انحصار ایجاد شد قیمت شروع موندن. خب من از این آقای رشید سوال میکنم، تو نماینده مجلس، تو که میگی نماینده مردمی، رفتن علی دبت چلو کباب دادیم چیکار که دبت رای داد، تو که اینا رو میدونی چرا بلند نمیشه از اون فضای مرده مجلس که به نمایندگان اختیار میکنن اگر دولت انتقال بکنن یا حرفی بزنن مجازات میشن، شما چرا نمیری بلند شو اونجا حرف بزنی؟ این مدرسی بوده که بزرگ و کوچک رو توش انتقاد میکردن، طویلهی که خمینی درست کرد، خب همین اسم اسلامی هم روش گذاشتن، یعنی دروغ، مجلس شورای دروغ، مجلس شورای فریبکاری، مجلس شورای رانت. به قول اون یکی میگفت یارو 13 میلیارد خرج میکنه وکیل بشه کل حقوقش در این 4 سال بنزه اون نمیشه. چرا میشه؟ آقای فرماندار رو صدا میزنه بیا میخوای فرماندار باشی 2 سال دیگه؟ بله قربان. این جاده رو از اینجا بکش. یعنی چی؟ یعنی این زمین بابایی من که میرفتیم روش بیل میزدیم شخ میزدیم بیفته برای خیابون برای جاده بشه متری نمیدم 1 میلیون تومان. اینو من میدونم، دقیق میدونم، تا همون دوروبر تهران میدونم، تو شهریار، علی شاه عوض، ساوه، همین جا میدونم. یه وقتی یادم مرحوم سجادین میرشکندری که سردفتر دربارم بود یه باغ بزرگ انار در ساوه داشت، رفتیم اونجا، ما نوجوان بودیم با پدر رفتیم، انقدر این باغ زیبا و بزرگ و انارای دونه انقدر داشت، هیچ چیکار کردن؟ مصادره کردن، رفتن زدن ساختمون ساختن. دزدیه این مصادره، یعنی دزدیه مطلق. در کجای قانون اسلام گفته کافر؟ مثلا حالا اونم که غلطه، کافر یعنی چی؟ کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در در چومن یکی یا آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. این ابن سینا رباعیات معدودی که داره، اینم یکیش. شما به چه حقی اموال مردم مصادره میکنید؟ غلط کردید شما. همین آقای علوی بروجردی باش که صحبت میکنن میگه آقا مراجع وقتی حرف میزنن زن و بچه و خانواده شونو تهدید میکنن. کردن. شما فکر کنید مرحوم گلپایگانی دیگه آخوند بزرگه قوم بود دیگه، بعد از مرحوم شریعت مداری ایشون بود و آقای مرحوم نجفی، مرشی نجفی، برای شریعت مداری خواست یک مجلس عزا بگذاره. 70 سال رفیق بودن با هم، مهرش دست شریعت مداری بود، او و مرشی. نوشو گرفت، شب خود ری شهری پاشد رفت خونش و با وقاحت گفت شریعت مداری رو من کشتم، اگه میخوای تو رو میکشم، 90 هم الان گرفتیم به جرم لوات مکرر. جیکت دراد مجلس میخوای بذاری 90 رو اعدام میکنیم، از بالای کوه میندازمش پایین. بدبخت پیرمرد به التماس لرزش مجلس رو لغو کرد، تو خونش در و بسیه مجلس
ترهیم کوچولو براش گرفتن. البته علامه رضا صدر با اون رنج نامش بابای خمینی رو در آورد، بی آب روش کرد. اون مردان پیدا میشن اون وقت میان میگن بله با آقای صدر عاشق انقلاب اسلامی، آقای صدر دشمن انقلاب اسلامی بود. نامه‌ای که هوشنگ معین‌زاده عزیز برد برای شاه جانب ما موسی صدر با این امر و واقعیت رو بیان میکنه. بسیار متاسفم، ما مملکتمون چی شده، به کجا رسیدیم؟ نگاه کنید یه روزی در میدان نقش جهان اصفهان سفرای بزرگ میمدن، شاه عباس بالای عالی قاپو نشسته بود تعظیم بهش میکردن، تاجران ونیزی میومدن و چه تعریف ها از این میدان میکردن. در این میدان مردمان محترم، اونور هتل شاه عباس، حالا کردن هتل عباسی، ولی خدا رو شکر هنوز این هتل هست، یادگار دوران شاه. اون وقت طالبان اومده توی حوض زیبا اینجا، نگاه کنین این حیوانات رو، گرازها رو در خانه گرازهای دیگر همزادشون به مال و اموال ملت ایران چه میکنن؟ نگاه کن. یو خانه چیریه؟ چیریه نکای بیکی و رک رکیه و چه بازه؟ دفع کم زکیه سلکانو؟ میدان ایمان متوائی که میدان ایمان متوائی بدلکیو دیم دیم بدا انجونی مغلاکی پلوانه؟ ها پلوانه؟ انجونی دی غلا نکی؟ غلا دی نکی راستن؟ این حیوانات هر کدومشون خدا میدونه چند تا آدم خوردن. داریم میبینیم تا افغانستان دیگه. نخست وزیرم تعیین کردن. امیرالمؤمنین نخست وزیر تعیین کرد. بابا یه امیرالمؤمنین می و تهرون داریم، بخو کوتاه بیایم. دو تا امیرالمؤمنین البته بوده دیگه، این ور معاویه بودیم ور علی. هر دو امیرالمؤمنین بودن دیگه. ایران سربلند. ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید داشتن، هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار. Thank you.